Eine aserbaidschanische Sendung von Radio Flora. Danışır Azerbaycan Demokrat Firqəsi. Danışır Azerbaycan Demokrat Firqəsi. Bir seda, sedai firqəyi demokrat Azerbaycan əs. Diyirəm yurdumuza kəz baxanlar yox olsun, böhtan deyib adımıza şər yatanlar yox olsun, xalqimizin igidliyi düşsün dildən dillərə, əməlləri yadigar tək qalsın ildən illərə. Mən deyirəm Azərbaycan qəhrəmanlar yurdudur, şücaətli Səttarxanlar, Ağırxanlar yurdudur. Döyüş qatar şahlarını yola salmış bu diyar, onun hər bir qarşında əcdadımın haqqı var. Əziz qardaşlar, firqəmizin rəhbərliyi altında talisə yerlərini və xalq düşmənlərinin yerlərini kəndlilərin arasında təqsim edib, onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisiz dedik. İndi sizin boynunuzda böyük vəzifə durur. O aldığınız torpaqları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. İndi bütün İran kəndliləri, Azərbaycan kəndlilərinin aldığı torpaqdan ilham alıb, ayağa qalxmış, təkən yemişdir. Mürtəcəylər bu hərəkətdən qəzəblənib və o azadlığı boğmaq istəyirlər. İranda böyük mübarizə başlanmışdır. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahəngi olub qabağda gedəni olacaqdır.
Yaşasın Azərbaycan kəndlisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizə. با سلام های گرم و آتشین خدمت تک تک شما عزیزان شنوندگان با وفای فیلگر رادیوسو که در تاریخ 12 دسامبر سال 2014 در آستانه آغاز 69 سال انقلاب کبیر آذربایجان 21 آذر صدای ما را صدای کارگران، دهقانان، زحمتکشان، دموکرات‌ها، آزادی‌خواهان، روشنفکران و انقلابیون آذربایجان را در سراسر جهان میشنوید. با بهترین آرزوهای قلبی برای تک تک شما عزیزان در کار و زندگی و پیکار و مبارزه و حفظ و نگهداری پس از به دست آوردن آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی برابر حقوقی زنان با مردان و حق تعیین سرنوشت به دست خود تا سرحد جدایی و یا زندگی داوطلبانه مشترک با هم و در کنار هم 140مین برنامه فیلگر رادیوسو را تقدیم حضور شما عزیزان می کنیم. شنوندگان عزیز، متاسفانه در سحرگاه 15 آذر سال 1393 خلق آذربایجان یکی از فرزندان مبارز، فداکار، دانشمند و انقلابی خود یلداش امرعلی لاهرودی صدر فرقه دموکرات آذربایجان را از دست داد. به همین مناسبت در قسمت اول برنامه امروز ویژه برنامه ای را در رابطه با درگذشت یلداش امرعلی لاهرودی تقدیم حضورتان خواهیم کرد و در قسمت دوم بخش دیگری از ویژه برنامه انقلاب کبیر آذربایجان را به سمع شما عزیزان خواهیم رساند. با ما باشید و به برنامه فیلگر رادیوسو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان گوش فرا دهید. با هر دل کش بربر چالون کمان چالسن دیوزی نان تزاد پردنی گذر گون چال توی بو ساد باشلامشتر چمنده هر گلو لحبی. عزیز و حرمتلی دینلایجلر، دیارلی اشیدرلرمیز، sizi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun növbəti verilişi ilə 2014-cü ilin dekabr ayının 12-sində internet radiosunun www.radioflora.de ünvanında yenidən salamlayır. Azərbaycan Xalq İnqilabı olan 21 Azər Hərəkatının 69-cu il dönümünə həsr olunmuş fövqəladə verilişlər silsiləsinin növbəti hissəsini sizə təqdim edib, müxtəlif söhbətlərlə sizin hüzurunuzda olacaq. Bizimlə qalın, bizi dinləyin. Uzun denildi bu hayat, tuğri zilfin alt koyulsun, eşkinle kaynar. Keçer ömür, keçer zaman, qalar sənin yadın bizim ürəyimizdə hər zaman.
اعلامیه کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان به مناسبت درگذشت یلداش امیرعلی لاهرودی. هموطنان گرامی، با کمال تأسف سحرگاه جمعه 15 آذر ماه سال 1393 جنبش انقلابی و ترقی‌خواه کشور کثیرالملی ایران، یکی از مبارزان خستگی ناپذیر و پیگیر در راه آرمان‌های زحمتکشان کشور و یکی از رهبران برجسته جنبش ملی خلق آذربایجان را از دست داد. یلداش امیرعلی لاهرودی بیش از 72 سال برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور کثیرالملی ایران و حقوق برحق خلق‌های ساکن ایران به ویژه خلق غیور آذربایجان مبارزه کرد و تا آخرین نفس در این سنگر باقی ماند. یلداش امیرعلی لاهرودی خودمختاری را حق طبیعی هر خلقی می دانست و بر این باور بود که شرایط محل، آداب و رسوم، زبان و فرهنگ ملت‌هایی که در داخل یک کشور بزرگ کثیرالملل به سر می برند ایجاب می کند که به آن ملت در اداره امور داخلی خود و در مسائلی که مستقیماً به وضع داخلی و طرز زندگی آن ملت مربوط است، آزادی ها و اختیاراتی داده شود، زیرا مسلم است که یک حکومت مرکزی قادر به اداره عادلانه ملت‌هایی که در یک کشور به سر می‌برند نبوده و موجبات عدم رضایت عمومی را فراهم خواهد ساخت، مخصوصاً که اداره کشور در دست حکومتی باشد که اساساً جنبه ملی نداشته و بر ملت‌ها تحمیل شده باشد. یلداش امیرعلی لاهرودی 22 مرداد ماه سال 1302 در روستای لاهرود مشکینشهر در یک خانواده زحمتکش دهقانی به دنیا آمد. 3 ساله بود که مادرش را از دست داد. پدرش انسانی پاکدل و زحمتکش بود و تلاش می‌کرد که فرزندانش هرچه بیشتر سواد بیاموزند و به همین منظور یلداش امیرعلی لاهرودی ابتدا در مکتبخانه 10 قرآن و گلستان می‌آموزد و با بازگشایی مدرسه 2 ساله لاهرود در آنجا نام نویسی می کند و برای ادامه تحصیل به مدرسه 4 ساله روستای ارجخ که در 2 فرسنگی لاهرود بود هر روز پیاده می رود.
یلداش امرالی لاهودی که با بی‌عدالتی ملاکین بر علیه دهقانان آشنایی داشت، با تشکیل حزب توده ایران و مطالعه برنامه‌های آن به این حزب پیوسته و در اولین حوزه حزبی لاهود به عنوان منشی حوزه شرکت کرد. از آن پس نوشتن نامه‌های اعتراضی دهقانان و سخنرانی در میتینگ‌ها را به عهده گرفت و مبارزات او بر علیه نظام ارباب رعیتی و جلب دهقانان در این راه خشم و کین ملاکین را برانگیخته، بر علیه او به دادگاه مشکین شهر شکایت بردند و تلاش کردند تا او را از سر راه خود بردارند. این دادگاه ها تا پیروزی نهضت 21 آذر ادامه پیدا می کند. علارغم همه مشکلات و فشارهای وارده، وی به مبارزه ادامه می دهد و مدارج تشکیلاتی را طی می کند، تا جایی که در اولین کنگره حزب توده ایران در دهم مرداد ماه سال 1323 به عنوان یکی از نمایندگان منطقه آذربایجان انتخاب می شود. یلداش امرعلی لاهودی در آنجا برای اولین بار با پیشوری کبیر و ژنرال غلام یحیی دانشیان آشنا می گردد. با تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان، یلداش امرعلی لاهودی و صفوف فرقه دموکرات آذربایجان می پیوندد. وی در کنفرانس مشورتی در 15 و 16 شهریور ماه سال 1324 و در اولین کنگره فرقه دموکرات آذربایجان در 10 مهر ماه سال 1324 حضور پیدا کرده و در اولین مدرسه 6 ماهی حقوق سیاسی که برای 150 نفر از جوانان فرقه دموکرات آذربایجان در نظر گرفته شده بود به تبریز دعوت می شود. پس از یورش خونین به جنبش ملی آذربایجان توسط دولت مرکزی وقت با کمک امپریالیسم آمریکا و انگلیس، یلداش امرعلی لاهودی شناسایی و تحت پیگرد قرار می‌گیرد. وی با تنی چند از رفقایش برای مخفی شدن قصد عزیمت به تهران را دارد و همین منظور با مشکلات زیادی خود را به اردبیل رسانده در 5 دی ماه سال 1325 تلاش می کند با یک کامیون خود را به آسترا و از آنجا به تهران برساند که متوجه می شود در اثر شدت برف و باران جاده ها بسته و امکان رسیدن به آسترا غیر ممکن شده است. سرانجام او و شهید یلداشموز انوشیروان ابراهیمی و فرد دیگری تصمیم می گیرند تا از مرز گذشته و خود را به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی برسانند. یلداش لاهودی با ساکن شدن در آذربایجان اتحاد شوروی ابتدا در میادین نفتی مشغول به کار می شود و سپس برای شرکت در کلاس 2 ساله حزبی باکو و پس از آن برای کلاس 5 ساله حزبی در مسکو انتخاب می گردد. آنگاه تشکیلات او را برای فعالیت سیاسی در مرکز حزب به آلمان شرقی می فرستد. پس از 7 سال بازگشتش به باکو ابتدا به کار انتشاراتی مشغول شده و در چند منطقه مسئولیت تشکیلاتی نیز به عهده می‌گیرد. یلداش امرعلی لاهودی از فروردین ماه سال 1358 با کنارگیری زنده‌یاب غلام یحیی دانشیان از صدر فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری فرقه برگزیده و تا پایان عمر این مسئولیت سنگین را به دوش می‌کشد.
اعتقاد عمیق یلداش امرعلی لاهرودی به راه و آرمانهای بنیانگذاران فرقه دموکرات آذربایجان باعث شده است تا در تمام این سالهای طوفانی، یعنی هجوم ددمنشانی نظام قرون وسطایی اسلامی داعشی آریایی ایران به نیروهای ترقی‌خواه و به دنبال آن فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و پیامدهای سنگین آن، بتواند با کمترین لغزشی در این راه به مبارزه ادامه دهد. کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان فقدان یلداش امرعلی لاهرودی را به همه مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی، به مردم غیور آذربایجان، به اعضا و هواداران فرقه دموکرات آذربایجان و بازماندگان او تسلیت گفته بر ادامه راه پافشاری می نماید. کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان 15 آذر ماه سال 1393. Sevinmesin, ömrünü vermir bada, el kadrini canından daha aziz bilenler, şiirin bir hatıra tek kalacaktır dünyada, söylerek yaşayanlar, sevinerek ölenler. Samet Burgun. Yoldaş Emreli Lahrudun'un hatırasına ebedi eşk olsun. خب شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به قسمت‌هایی از مصاحبه‌ای که با یلداش امرعلی لاهرودی حدوداً در 6 سال پیش داشته ایم جلب می کنیم. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. این صدا صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. سلام عرض می کنم جناب ناظر، من از یک
خانواده کاملا متوسط از یکی از روستاهای آذربایجان ایران به دنیا آمدم و اون ظلم و ستم و بدبختی و فقر و بیسوادی در اون دوران را با چشم خود دیدم و خودم هم یکی از قربانیان این وضع بودم. بنابراین وقتی که در ایران رضا شاه رفت و یه دموکراسی نیمه‌بندی آغاز شد، منم مانند دیگر جوانان ایرانی و آذربایجانی برای آزادی کشورمون، برای رفع ظلم و ستم اربابان و ژاندارم‌ها به این جریان پیوستم و اکنون 65 سال از اون تاریخ می‌گذرد که من اولین بار آنکت حزب را امضا کردم. در این سالها من در جریان این همه مبارزات هم در داخل، البته خیلی کم، یک 5-6 سال بقیه در خارج از ایران شرکت کردم در همه مبارزات و چیزهای زیادی دیدم و شنیدم و خودم شاهد آنها بودم و خودم هم شرکت کننده اون جریانها. بنابراین در سالهای آخر زندگی من تصمیم گرفتم که این راهی را که من پیمودم اون را اگر بتوانم روی کاغذ بیاورم، به طوری که میگویند گذشته چراغ راه آینده است. من به هم منظور این کار کردم و نمیدونم چقدر موفق شدم، اما میشنوم و میبینم که خب این نوشته اول نوشته است که کم و بیش تاریخ نهضت آزادی خواهی ایران را مورد بررسی قرار داده، بیشه جریان های چپ، سازمان های چپ را کمویش تحلیل و تدقیق نموده و انعکاس منفی و مثبتی در میان خوانندگان ایرانی به وجود آورده است. این انعکاس بر حال هر جور باشه، هم منفی هم مثبت، یک گفتگویی است در میان جریان های چپ و راست، بیشه چپ، و امیدوارم که این نوشتم مفید واقع بشود و برگردیم به اصل خودمون، نفاق و دوگانگی و چندگانگی را کنار بگذاریم، روی یک اصل متحد شویم. این اصل این که ایران کثیر المله یک کشور مستقل و آزاد و دموکراتیک باشیم. Ayrı düştük, aylar ötü, il oldu. Eşkim sensiz, bir çağlayan sel oldu. Ayrı düştük, aylar ötü. Azizim ki, ben hem hatıratı rehberan nüruhay çapı, çamış kandım, onha, on çizgi çizgiler yadışım mandı. و با اغراض و یا به سمتگیری خاص نظریات خودشون را بدون استناد به دلایل و اسناد مدارک گفتند و نوشتند و خاطراتی سیگه برای خودشون اونطوری که کار کردن یا میخواستن خودشون رو تبرئه کنن یا خودشون رو معرفی کنن نوشتن. من به طور کلی نخواستم خاطراتمی به اون شکل بنویسم. من فقط در فصل اول دوم اون چیزی که یادم مانده نوشتم در باره زادگاه خودم مشکین شهر و لاهرود و منطقه و بعد که در جریان سیاسی قرار گرفتم، این چیزها را از روی اسناد مدارک، نه از چیزی که در ذهنم مانده نوشتم. فصل دومش هم من در باره مهاجرت، سالهای اول مهاجرتم که آمدم مهاجرت، اون چیزی که دیدم، اون چیزی که کار کردم و فلان کردم، اینها را نوشتم. این هم اون چند سال مهاجرتی بود که من مانند دیگر فدایان فرقه دموکرات آذربایجان با کلنج و بیل در دست زمین کردیم و زندگی خودمون را تأمین کردیم، مفت مجانه چیزی نخوردیم، در حالی که مثلا بنده در ایران هیچ کاری به اصطلاح نکرده بودم، نان پدر را میخوردم و درس میخوندم و فلان. ولی در اینجا مجبور شدیم همه ما کار کنیم و زندگی خودمان را تأمین کنیم.
bir çağlaya sel oldu. Bahçe saldım, çiçek açtı. فصل سوم شروع میشه مسائل سیاسی آذربایجان در دوران رضا شاه آذربایجان بعد از رضا شاه ظلم و ستمی که به مردم آذربایجان به زبان آذربایجان روا می داشتن حاکمان وقت اونها را من از روی اسناد مدارک آوردم که با آذربایجانی که آمده در بسیه که آذر قیام کرده چنین آذربایجانی بود. این آذربایجان دیگه تحت ستم تنها اربابان نبود، تحت ستم امپریالیسم نبود، بلکه تحت ستم فرهنگی خود ملت بود. و بعد از اون هم وقتی که من عضو حزب توده بودم در فرقه دموکرات کار کردم و مسئولیتی های داشتم و در این سالها هم من با چشم مشاهده کردم و اونجا اسناد هم آوردم که مسئله ملی برای یک قسمت از ایرانیان خواه فارسی زبان باشه خواه ترک زبان باشه فرق نمی کنه، یک قسمت از ایرانیان سیاست خاص خودشون را داشتن نسبت به آذربایجان و نمی خواستن آذربایجان به طور کلی یک خودمختاری و اقل فرهنگی داشته باشه. و این چیزها را من دیدم و اینها را ما با اسناد مدارک آوردم روی کاغذ و بدین ترتیب اولین بار است یک فردی از اعضای رهبری حزب تاریخ را روی اسناد و مدارک بررسی کرده و اون را ارائه نموده. جلالدو نیچون سنی و سنو تا فیلمیرم نیچون سنی. عرضم که جنبش ایران جزئی از جنبش دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، عدالت خواهی سراسر جهان بوده. در این حال جنبش استقلال طلب ایران جزئی از جنبش نهضت های استقلال طلب جهان سومی بوده و هستش. قرن بیستم قرن انقلاب ها بوده، هم انقلاب کارگری، هم انقلاب سوسیالیستی و هم پیروزی نهضت‌های آزاد رهایی بخش کشورهای مستعمره. این سه جنبش در قرن بیستم 100 سال طول کشید و در قسمتی از جهان سوسیالیسم برقرار شد، در سراسر جهان استعمار از بین رفت، صدها ملت‌ها استقلال ملی خود را به دست آوردند و به طور کلی جهان از اون عصر قرون‌وسطایی بیرون آمد و در عصر جدید قرار گرفت. جهان سومی ها هم همین شکل، مثلا در خود آمریکای لاتین فیدل کاسترو با سلاح به قدرت رسید، سالوادور آلینده با انتخابات به قدرت رسید، اینها آزادی خواهان عدالت خواه بودند. و یا نیکاراگوئه و سالوادور، حالا ونزوئلا، در این قاره آمریکا جریانات چپ خیلی قوی شده است. اما برعکس در آسیا، آفریقا یعنی نیم کره شرقی، وضع تمام عوض شده. قرن بیستم تمام شد، قرن انقلاب، اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی را نابود کردند و سرمایه‌داری را برگردانده به این کشورها. کوبا را در اونجا 50 سال تحت محاصره قرار دادن، آلینده را کودتا کردن، کشتن، ولی الان قرن دیگری. ایرو دشتیک ایلار اوتتی ایل اولدو اشکیم سنسیز بیر چاغلایان سیل اولدو. Ayrı düştük, aylar öttü, il oldu. Eşkim sensiz, bir çağlayan sel oldu. Bahçe saldım, çiçeğe açtım. Kendi bir sökün, o du muzeli halle şudeni ruberuz. Muzeli evvel, muzeli ekoloji. Yani ekoloji cihan derhali از هم پاشیدن است. دانشمندان پیش بینی می کنند که
قرن پایان زندگی جانداران است. هوا اونقدر گرم می شود و وضع اقلیمی جهان تغییر پیدا می کند. حالا مردم از گرسنگی و بدبختی و طوفان‌ها و باران‌ها و زلزله‌ها آرام نمی‌گیرند. بنابراین عمدترین مسئله مبارزه با اون نابودی جانداران است. این یک مسئله است، اما در این حال مسئله زنده ماندن، گرسنگی را کنار گذاشتن، عدالت اجتماعی را برقرار کردن، این هم عمدترین مسئله است. Ayrı düştük, aylar öttü, il oldu. Eşkim sensiz, bir çağlaya sel oldu. در اروپا این مسئله به شکلی از اشکال حل شده. در اروپا کسی را نمیتوان پیدا کرد که نان شب نداشته باشه. ولی در آسیا و افریقا و آمریکای لاتین میلیون ها انسان از گرسنگی تحت فشار هستند و میلیون ها کودک تا 5 ساله میمیرند و این نتیجه همین است که جهانی شدن اقتصاد رمق اقتصاد این کشورها را از بین برده است و ثروت اونها را غارت میکنند، این ملت ها را غارت میکنند تا خودشون ثروتمند بشن. در همین کشورها هم اون گروه طبقات فوقانی، طبقات هیئت حاکمه ملت خودشون را تحت فشار قرار دادن، نمیتونن زندگی مناسب برای آنها معین کنند، نمیخواهند آزادی بدهند، نمیخواهند دموکراسی بدهند، با دیکتاتوری اداره میکنند، ملت ها را میکشند و میزنند و زندانه میکنند. این هم یک مسئله، یعنی دو مسئله در مقابل بشریت قرار گرفته است. اون که مربوط به ایران است، ایران جزی از این کشورهاست که ثروت طبیعی گاز و نفت دارد، ولی مردم زیر خط فقر زندگی می کنند و حکومتی هم در ایران سرکار است که این حکومت حاضر نیست اصلا ذره برای مردم شخصیت قائل بشود و آزادی بدهد و سخن حق اونها را بشنود. بنابراین مردم ایران در سر دوراهه قرار گرفتند، قدرت ندارد بلند بشود حقشو با زور بگیرد، اینو سرکوبش میکنند. اگر هم بنشیند و همینطور بماند، همون ملت مظلوم تابع قدرت خواهد بود. بنابراین من امیدوارم که قرن 21 برای ایرانیان یک فرصتی باشه برای تجدید نظر در مبارزات سیاسی خودشون. آذربایجانی ها، کرد ها، بلوچ ها حق ملی خودشان را با فعالترین شکل مطالبه می کنند و در سراسر ایران هم مبارزه آزادی خواهی به طور کلی وسعت پیدا کرده است و هستند در ایران، هم در مناطق ملت های غیر فارس، هم در سراسر ایران هستند نیروهایی که این وضع را درک می کنند، این واقعیت را درک می کنند و در راه اون مبارزه می کنند. مبارزه متوقف نشده در ایران. من امیدوارم فرزندان پیشوری در آذربایجان، فرزندان محمد قاضی در کردستان و فرزندان مناطق دیگر هم همین راه را انتخاب کردند و از این طریق هم پیش خواهند رفت و موفق خواهند شد. هموطنان عزیز، فرقه دموکرات آذربایجان با انتشار بیانیه 12 ماده‌ای مشهور به 12 شهریور در تاریخ 12 شهریور ماه سال 1324 موجودیت خود را اعلام کرد. این بیانیه به دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی در سراسر ایران منتشر شده و مانند انفجار بمب همه نیروهای سیاسی را حیرت زده کرد. طبقه حاکمه و روشنفکران سرسپرده جنجال و هیاهو به راه انداختند که ایوای تجزیه طلبان میخواهند آذربایجان را از مام میهن جدا سازند. اما نیروهای مترقی کشور کثیرالملل ایران به ویژه ملت آذربایجان
نسبت به تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان نظر دیگری داشتند. دو روز بعد از انتشار بیانیه 12 شهریور، اولین شماره از دور دوم روزنامه آذربایجان، ارگان رسمی فرقه دموکرات آذربایجان، در تاریخ 14 شهریور سال 1324 منتشر شد. در نخستین شماره روزنامه آذربایجان سرمقاله‌ای تحت عنوان فرقمیز ایشه باشلادی، فرقه ما کار خود را آغاز کرد، به قلم پیشوری کبیر به چاپ رسید. اینک توجه شما را به این مقاله که با قلم شیوای پیشوری کبیر نوشته شده است جلب می کنیم. قزم گلم دستایم من، بلبلم که خستایم من، جزیرم من گملی گملی تورن دیر فرقمیز ایشه باشلاد. دوشنبه günü فرقمیزین مراجعت نامسی انتشار تابدی. Bu müraciətnamə xalqımız tərəfindən geniş təvəccüh və böyük rəqbət ilə qarşılandı. Minlərcə azərbaycanlı Azərbaycan şəhərlərində müraciətnamə yapışdırılmış divarların qabağında toplanıb ürək döyüntüsü ilə onu axirə qədər oxudu. İsti istiqbal və hərarətli təvəccüh göstərdi ki, tutduğumuz yol düz və intiqab etdiyimiz hədəf doğrudur. Ayrı düştüm illerleme. Bizim başka firqeler kimi halkı celp etmekten öteri ağrı sözleriyle değil, hakiki yol göstermek maksadıyla başladığımız yolu halk özü güzel bir surette teşhis verdiği üçündür ki müracaatnamemiz umum halk tarafından bu kadar heves ve rağbet ile qarşılanmağa səbəb oldu. Müraciətnaməmizin dili olduğunca aydın və sərihdir. Burada xalq istəkləri, arzuları, ehtiyacları çox aydın bir surətdə göstərilmişdir. Biz İranın istiqlalına əlaqədar olduğumuz ilə bərabər Azərbaycan xalqının fərhəngi ixtiyaratı və öz müqtəratının öz gücü ilə təyin etməsini arzu edirik. Biz öz dilimizdə fərhəng, behdaş və dövlət idarəsi tələb edirik. Öz dilimizdə kitabımız, ruznaməmiz və ədəbiyyatımız azad bir surətdə vücuda gəlmək ilə xalqımızın mütərəqqi bir xal olmasına imkan verilməlidir. Biz birinci növbədə öz evimiz olan Azərbaycandan başlayıb buranın tərəqqisini təmin etməyə çalışırıq. Bunun üçün çox sadə və təbii bir təşkilat vücuda gətirməyi ciddən tələb edirik. Bu təşkilat İran qanun əsası payəsini təşkil edən iyalət və vilayət əncümənləridir. İyalət və vilayət əncümənləri təzə bir təşkilat deyildir. Onun böyük və tarixi keçmişi vardır və İran xalqları məşrutə və azadlıq almaq işində Azərbaycan xalqının iyalət əncüməninin fəaliyyətinə və fədakarlığına borcludur. Ona görə də müstəbidlər və azadlıq düşmənləri birinci növbədə bu təşkilatı ortadan çıxartmağa müvəffəq olmuşdur. Firqəmiz xalqın iradə və gücünə dayanaraq bu haqqı alacaq. Onun vasitəsilə xalqımızın azadlığını və ölkənin tərəqqisini təmin edəcəkdir. Firqəmiz milli bir firqə olduğu üçün sinif və təbəqə nəzərdə tutmayıb, umum cəmaəti öz baydağı altında çağırır. Bu vasitə ilə mərkəzi hükumət və yerli məmurların liyaqətsizliyi nəticəsində meydana çıxan nifaq və bəzi yaramaz unsurların narava hərəkətləri sayəsində törənən hər cümərt və şuluqluğa xatimə verəcəkdir. Ancaq səndən ayrılır.
cəsəd ürək deyil bədən oldu. Ruznaməmizin firqənin rəsmi naşiri əfqarı olduğu üçün müraciətnamənin əsaslarını unutmayıb, yeri gəldikcə onun təbir və təfsirinə çalışacaq və xalqın milli azadlıq üçün mübarizəyə hazırlayacaqdır. Biz bilirik ki, Azərbaycan xalqının daxili və xarici düşmənləri firqəmizin meydana çıxması ilə xuffaşların günəşdən qorxan kimi qorxuya düşüb ziddimizə qalxacaqlar. Ruznaməmiz bu xain ünsürlər ilə şədidən mübarizə etdiyinə görə oxucular üçün fovqolada bir surətdə canıb-ı təvəccüh olacaq. Bu şanlı vuruşlarda biz qətən qalib çıxmalıyıq. Çünki yolumuz doğru və məqsədimiz müqəddəsdir. Biz rəşid bir millətin haqq və ixtiyarı üçün mübarizə edirik. Azərbaycan xalqı öz azadlığını almağa bütün İran xalqlarını da isarətdən xilas edəcəkdir. Azərbaycan qazetinin birinci nümrəsi 1324-cü ilin Şəhrivər ayının 14-ü. Danışır Azərbaycan Demokrat Firqəsi. Bu səda صدای فرقه دموکرات آذربایجان است. خب شنوندگان عزیز، اینک ترجمه فارسی مقاله فرقمیز ایشه باشلادو را تقدیم حضورتان میکنیم. فرقه ما کار خود را آغاز کرد. روز دوشنبه مراجعتنامه فرقه ما منتشر شد. این مراجعتنامه به طور وسیع از سوی خلقمان مورد توجه واقع و با رغبت بسیار مورد استقبال قرار گرفت. هزاران آذربایجانی در شهرهای مختلف آذربایجان جلوی دیوارهایی که مراجعتنامه روی آنها چسبانده شده بود تجمع کرده و آن را با هیجان تا به آخر خواندند. استقبال گرم و توجه دقیق آنها نشان داد راهی که در پیش گرفته ایم درست و هدفی که انتخاب نموده ایم صحیح است. ما برای جلب توده ها نمانند سایر احزابی که برای جذب آنها از الفاظ عالی بهره می گیرند، بلکه با نشان دادن راه راستین به آنها بود که توده ها آن را به خوبی تشخیص دادن و این سبب شد که مراجعتنامه ما از سوی عموم خلق اینچنین با اشتیاق و رغبت مورد استقبال قرار گیرد. زبان مراجعتنامه ما بسیار روشن و صریح و در آن خواسته ها، آمال و احتیاجات خلق به صورت بسیار واضح نشان داده شده است. ما ضمن اینکه به استقلال ایران علاقمند هستیم، در این حال نیز در آرزوی آن این که خلق آذربایجان بتواند اختیارات فرهنگی و حق به تعیین سرنوشت خود را به نیروی خیش رقم زند. ما این را مطالبه می نماییم که فرهنگ و بهداشت و ادارات دولتی به زبان خودمان باشد. با به عرصه وجود رسیدن کتاب ها، روزنامه ها و ادبیاتی که به زبان خودمان باشد، باید امکان ارتقای خلقمان به مثابه یک خلق مترقی فراهم آورده شود. ما در وهله اول از خانه خودمان آذربایجان شروع کرده و در تأمین ترقی این دیار تلاش می نماییم. در این راستا خیلی جدی خواهان ایجاد تشکیلاتی بسیار ساده و طبیعی هستیم. این تشکیلات همان انجمنهای ایالتی و ولایتی هستند که پایه قانون اساسی ایران را تشکیل می دهند. انجمنهای ایالتی و ولایتی پدیده جدیدی نیستند. این انجمنها
دارای پیشینه بزرگ و تاریخی هستند و خلقهای ایران در امر حصول مشروطه و آزادی مرهون تلاش و فداکاری انجمن ایالتی خلق آذربایجان می باشند. به همین خاطر نیست مستبدین و دشمنان آزادی در درجه اول کوشش نموده و موفق به از بین بردن این تشکیلات شده اند. فرقه ما با اتکا به اراده و نیروی لایزال خلقمان این حق را گرفته و به واسطه آن آزادی خلق و ترقی کشور را تأمین خواهد نمود. فرقه ما به خاطر اینکه حزبی است ملی، به همین خاطر مختص به هیچ صنف و طبقه‌ای نبوده و عموم خلق را به تشکل در زیر پرچم خود فرا می‌خواند. بدین وسیله نفاقی که در نتیجه بی‌لیاقتی حکومت مرکزی و مأمورین محلی بروز نموده و به هرج و مرج و اختشاشی که در سایه حرکات ناروای بعضی عناصر نالایق ایجاد شده است پایان خواهد داد. روزنامه ما به خاطر اینکه ناشر رسمی افکار فرقه مان است، بنابر این اساس مراجعت نامه را فراموش نکرده و به تدریج در تغییر و تفسیر آن خواهد کوشید و خلق مان را در مبارزه برای آزادی ملی آماده خواهد نمود. Kızıl güller dasta yanan, bülbüller kafasında. ما میدانیم که دشمنان داخلی و خارجی خلق آذربایجان با ورود فرقه ما به میدان مبارزه مانند خفاشانی که از طلوع خورشید به هراس میافتند غرق در هراس شده و بر علیه ما برخواهند خواست. روزنامه ما به خاطر اینکه با این عناصر خائن شدیداً مبارزه مینماید، بنابراین برای خوانندگان آن فوق‌العاده جالب توجه خواهد بود. در این مبارزات پر افتخار ما باید قطعاً پیروز شویم، چرا که راهمان درست و هدفمان مقدس است. ما برای احقاق حق و حقوق یک خلق دلاور مبارزه می‌کنیم. خلق قهرمان آذربایجان با کسب آزادی خیش تمام خلق‌های ایران را نیز از اسارت خواهد رهانید. Ancak senden ayrı gelsen, yürek değil beden oldum, yürek değil beden oldum, beden oldum. Hamdanan aziz, ضرورت تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان به استقبال همه طبقات و اخشار مترقی جامعه نشان داد که مردم آذربایجان بیش از این در مقابل تعدیات تهران کوتاه نمی آیند و در صددند دست به عملیات قاطعانه بزنند و دست مأمورین فاسد را از اداره امور آذربایجان کوتاه کنند و امور محلی را به عنوان حق قانونی در دست بگیرند. برای اجرای این هدف فرقه دموکرات آذربایجان راه قانونی را در پیش گرفته و در چارچوب قانون اساسی کشور ایران وارد عمل شد. در آبان ماه سال 1324 کنگره سرتاسری با حضور بیش از 700 نفر در تبریز برگزار کردیم. نمایندگان این کنگره به شکل دموکراتیک از جانب مردم انتخاب شدند. کنگره اوضاع جهان و ایران به خصوص اوضاع آذربایجان را مورد مذاکره و بحث قرار داد. هیئت ملی 29 نفره را انتخاب نموده و هیئت ملی تا انتخابات مجلس ملی آذربایجان اداره امور آذربایجان را به دست گرفت. اعلامیه نهایی کنگره به شاه، نخست وزیر، مجلس و به کنسولگری‌های مقیم تبریز ارسال شد. هیئت ملی آذربایجان کمیسیون برگزاری انتخابات مجلس ملی آذربایجان را تشکیل داد و قانون انتخابات را تصویب نمود. در انتخابات مجلس 101 نفر نماینده از سوی مردم با رأی مخفی به نمایندگی برگزیده شدند. در
در اولین اجلاس مجلس ملی آذربایجان به پیشوری کبیر مأموریت داده شد تا کابینه دولت را تشکیل داده و به مجلس معرفی نماید. پیشوری کبیر در دومین جلسه مجلس ملی برنامه دولت را تشریح و اعضای کابینه را معرفی نمود. بعد از مذاکرات و بررسی برنامه و کابینه دولت رأی اعتماد گرفت و بدین ترتیب در آذربایجان حکومت ملی خودمختار بر سر کار آمد. از این تاریخ به بعد آذربایجان در داخل ایران و با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران به اداره امور داخلی پرداخت. آذربایجان دموکراتیک تحت رهبری پیشوری کبیر 40 سال بعد از سرکوب انقلاب مشروطیت به قانون اساسی کشور کثیرالملل ایران محتوای واقعی داد. عنوان مشعلدار آزادی به همه ایران و حتی خاورمیانه روشنایی بخشید. آمریکا همچون روسیه تزاری با همکاری انگلیس حاکم بر مناطق نفتی ایران سرکوب آزادی را هدف عاجل خود قرار داده بود. برای همین منظور دولت دست نشانده حکیمی را وادار ساخت شکایتی علیه شوروی به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم نماید. شایان ذکر است که 21 آذر در نیمه دوم دسامبر اوایل دهه سوم آذر ماه پیروز شد و حکومت ملی نیز در اواخر آذر ماه تشکیل گردید. حکیمی به دستور شاه مسئله آذربایجان را به شورای امنیت ارجاع کرده و ضمن نطقی در جلسه 25 دی ماه سال 1324 برابر با 15 ژانویه سال 1946 مجلس موضوع ارجاع مسئله آذربایجان به شورای امنیت را به اطلاع مجلس رساند. به عبارت دقیق‌تر 20 تا 25 روز پس از تشکیل حکومت ملی آذربایجان مسئله آذربایجان جنبه بین‌المللی به خود گرفت. یارم بیر باش جدن اوندو جان دیب جانش دردی بو ایرلو نردن اوندو. Əziz dinləyicilər, bununla da Azərbaycan Demokrat Firqəsinin internet radiosunun bugünkü verilişi sona yetir. Sizə xoş günlər və xoş əhval-ruhiyyə arzusu ilə sizdən ayrılırıq. Sağlıqla qalın, gələn həftə bu vaxt efirdə yenidən görüşənərək. Gözəllər işlə sənin şöhrətin düşüb dilə نه هورگن نه پریدن بلا ملاحت. خب شنوندگان عزیز، برنامه این هفته فیرگر رادیوسو، رادیوی اینترنتی فرقه دموکرات آذربایجان در اینجا به پایان میرسد. تا هفته آینده شاد و خوش و خرم باشید. رساله یتمه یارسم نصیب محزونم bu hasta könlüme onda güzel cevap doğuracak baba. Ben aşığım halına düzden koşa halına. Ben aşığım halına düzden koşa halına. Lala beni şey etmez yarın gül cemalına. Lala beni şey etmez yarın gül cemalına. Dillerin yan karakı eyle derdime çarakı. Ay kaşı gözü karakı gel eyle derdime çarakı. Dillerin...